علی سیدنا محمد اللهم صل و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان مولاتنا فاطمه علیها سلام الله من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. بهترین ذکر و بهترین دعا و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. همه بزرگان و اساتیدی که ما محضرشون رو درک کردیم سفارش اکید به این ذکر میکردن و این ذکر شریف صلوات رو به نیت همه خاصیتاش بگید. هم کار مداد رو میکنه، هم کار پاککن رو، یعنی هم گناه ها رو پاک میکنه، هم ثواب و حسنه و درجه مینویسه. یک روایت نورانی از آقای ما معشتم علیه السلام در اعمالی شیخ صدوقه فرمود من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوب، کسی که وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره یک راهکار سریع و میانبر و راحت، فلیکسر، یکسر یعنی زیاد. کسی که وسیله برای پاک کردن گناهان نداره چه کار بکنه؟ زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی و آل محمد. و عجب خیلی بشارت بزرگی است. فإنها تهدم الذنوب هدما، یعنی مداومت و کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه. ماه ذی‌قعده متعلق است به آقا امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام که هفته گذشته ولادت حضرت، اول ماه تولد کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها ولی نعمتمون، هفته آینده 23 بنابر قولی شهادت امام هشتم علیه السلام و زیارت مخصوص سفارش شده، 25 ماه هم که روز ده بلعرز هست در همین ماه با سفارش شده، انشالله خدا قسمت کنه، زیارت آقا امام هشتم علیه السلام روز آخر ماه ذی‌قعده که شهادت جانگداز فرزند بزرگوارشون آقا امام جواد علیه السلام. یعنی محور ماه ذی‌قعده آقا امام هشتم علیه السلام است. خدا را شکر میکنیم اینجا هم یک شعبه ای از حرم امام هشتم علیه السلام. قبل از اینکه عرض ادب به محضر شهدای این ایام و خدمتگزاران داشته باشم عرض بکنم که امام هشتم علیه السلام فرمود کسی خواهرم حضرت معصومه رو زیارت بکنه منو زیارت کرد. مرحوم آیت الله بهجت به تولیت محترم فرمودن که اونقدر حضرت معصومه علیها السلام مهمن
که گاهی امام اشتم به خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیها حواله میدن و تعبیر خیلی زیبا و بلندی است. آیت الله بهجت فرمودن که حرم حضرت معصومه علیها السلام اندرونی حرم امام اشتم علیه السلام، یعنی راه به سوی آقا امام اشتم. اونایی که اینجا بتونن ارتباط بگیرن به اندرونی امام اشتم علیه السلام راه پیدا میکن. خب خدا را شکر میکنیم مجلس باشکوهی که امشب تشکیل شده با حضور خدام و خادمیاران آقا امام اشتم علیه السلام، چه برادران عزیز چه خواهران عزیزی که به عنوان خادمیار و خدمتگزار به آستان قدس رضوی در شهرهای مختلف، استانهای مختلف خدمت میکنن، که جای بسیار تشکر داره، افتخاری خدمت گذارن. و اینم عرض بکنم، اینم از ابتکارات رئیس جمهور محترم که ایامی که تولیت آستان قدس رضوی رو داشتن، این ابتکار در زمان ایشون اتفاق افتاد. شاید صدها هزار به خدام حرم اضافه شدن. خدام فقط کسانی نیستن که در حرم امام اشتم حالا کفشداری عرض ادب میکنن، قسمت چایخانه، قسمت انتظامات، پری به دست میگیرن، نظم زوار رو ابتکار دارن انجام میدن. خیلی از عزیزانی که هر کجای کره خاکی به نیت امام اشتم گرهی باز میکنن، افرادی که میخوان برن به زیارت، از مردم خیرین کمک میگیرن، اونها رو تجهیز میکنن برای رفتن به زیارت، جهاز تهیه میکنن، مشکلات فقرا ایتام رو برطرف میکنن. همه کسانی که در هر کجا که هستن، که الان خادمیارانی که ما در محضرشون هستیم، چه بسا زود به زود موفق نشن به حرم امام اشتم علیه السلام شرفیاب بشن، ولی نوکری دور و نزدیک نداره. در هر کجا که هست، در هر شغلی که داری، میتونی یک روز، بیشتر از یک روز، به عنوان خادمیار کارهایی که امام اشتم علیه السلام دوست دارن، که در رأس اونها گره کشایی و خدمت به زوار، خدمت به دوستداران اهل بیت، خدمت به شیعیان اهل بیت، میتونید انجام بدید. ما از سروران عزیزی که در واقع میزبان و صاحب عزا هستن که این افتخار رو دارن، افتخار خدمتگزاری در خانه آقا امام اشتم و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام، که عرض کردم اینجا هم شعبه ای از حرم امام رضا علیه السلام. من عرضم رو مختصر جمع میکنن. امام اشتم علیه السلام امام رؤوفه. رؤوف یعنی چه؟ ما یک رحیم داریم، یک رؤوف. رحیم یعنی مهربان، کسی که مهربان، دل رحیم، نازک دلش، محبت داره، خیرخواهی داره، اینه میگن رحیم. اما رؤوف چی؟ رؤوف خیلی بالاتر از رحیمه. رؤوف شدت مهربانی، شدت دلسوزی، شدت خیرخواهی، سر از پا نمیشناسه در خیرخواهی. لذا یکی از القاب مشهور امام اشتم امام رؤوف، شدت مهربان. حالا این حدیثم زیباست، عرض بکنم. امام اشتم علیه السلام فرمودن پدرم موسی بن جعفر امام هفتم رو خواب دیدم، و در همین روایت امام اشتم فرمودن خواب امام مثل بیداریه. خواب امام مثل بیداریه، یعنی توش هیچ شایبه نیست. فرمود پدرم یا بنیه اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم. هدیه خوبی است امام اشتم مرحمت کردن. فرمودن فرزندم، امام اشتم به امام اشتم، هر وقت دچار بحران، گرفتاری، مشکلات شدی، این دو نام خدا را زیاد تکرار بکن. همه تونم میتونید حفظ بشید همین الان، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رعفت و رحمت خدا رو سر آدم سرازیر میشه.
ارتباط با امام های رعوف که همشون رعوفن، ولی گاهی بروز یک شخصیت میبینی بیشتر هست در یک صفت. ولی همه امام های ما کظم غیظ دارن، ولی امام هفتم مشهور شدن به کاظم، فرو برنده خشم. در هر صورت عددم نداره، هر چقدر میتونی اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم. فرمود فرزندم به امام هشتم پدر بزرگ باش، هر وقت دچار بحران گرفتاری مشکلات شدی این ذکر رو زیاد بگو. مرحوم محمد جواد بیدابادی از علمای صاحب کرامت و مهم اصفهان بوده، با مادرش حرکت میکنن اون زمان 100 سال قبل، حالا پیاده یا با حیوان میرفتن مشهد، که میرسه نیت میکنه 40 روز در مشهد بمانه. یه چند روزی که میمانه آقا امام هشتم رو خواب میبینه، آقا بهش میفرمان فلانی شما برگرد اصفهان. میگه آقا من با چه زحمتی از راه دور آمدم خدمت شما، میخوام 40 روز بمانم، چرا برگردم؟ آقا میفرمان خواهر شما در اصفهان دلش برای مادرش تنگ شده، چون مادرش رو آقای بیدابادی آورده بود مشهد، طاقت فراق و جدایی مادر رو نداره. خواهر شما به من متوسل شده، خواهش و تمنا التماس استغاثه میکنه که به دل برادرم بنداز زودتر برگرده به اصفهان، من تاب و طاقت جدایی مادر رو ندارم. لذا امام هشتم فرمودن، این جمله خیلی قشنگه، امام هشتم فرمودن آخه ما امام رعوفی، یعنی طاقت این که یک خانومی در اصفهان مادرش اومده اینجا زیارت بیتابی میکنه ما طاقتشو نداریم، زودتر برگرد که خواهرت خوشحال بشه. یک پدر شهیدی ما در قم داشتیم، پدر 2 شهید بود، فرزندانش هم خیلی همه مؤمن و انقلابی و اینا، اخیراً چند وقت قبل فوت کرد. ایشون مشهد مشرف شده بودن، میخوام رأفت امام هشتم رو بگم که چقدر اینا مهربانن. مشهد مشرف شدن، پیرمرد بودن، عصا به دستشون گرفته بودن که وقت زمین نخورن، تای عصا دیدید گاهی یه لاستیکی میگذارن که سر نخوره، محکم به زمین بچسبه. این تای عصا لاستیک ایشون افتاده بود و ایشون میترسید زمین بخوره، عصا سر بخوره. میگه وارد سن که شدم رو کردم به امام هشتم، گفتم آقا جان من زائرم پیرمرد از قم اومدم، عصای من این لاستیکش گم شده، شما هم میزبان من هستی، من مهمان شما هستم، منم جایی نمیدونم کجا این لاستیک هست این دوروبرا تا برم تهیه کنم، دست منو بگیر من دخیلتم. میگم تو با امام هشتم صحبت میکردم یکی از این خدام حرم رسید به من، دست کرد تو جیبش از این لاستیک های تای عصا در آورد، خب میشه امتحان کنم ببینم این اندازه عصای شما هست؟ دید اندازه شه، خب این رو میسی که تو جیب من پیدا کرده بوده ظاهرن گذاشتن که به درد شما میخوره. امام هشتم شدت مهربانی، شدت مهربانی. اینم داستان زیبایی عرض بکنم، چون بناس کمتر صحبت بکنیم که برنامه های دیگه هم هست. یه پیر مردی بود در همین قم، راننده مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب القدیر، پیر مردی بود سید، در همین قم زندگی میکرد. دوستان ما اواخر عمر ایشون رو میبردن مشهد. آقا از امام هشتم چی بخوایم؟ از حضرت معصومه چی بخوایم؟ چیزای خوب بخوایم، چیزای بزرگ بخوایم، بسنده نکنیم فقط به مسائل مالی و دنیایی، مریض من خوب کن، قرض من ادا کن، خونه و شغل، اینا هم بخواید اب نداره، نه اینکه اب داره، ولی بسنده کردن به همین حاجت ها خیلی خیلی کم لطفیه، خیلی دون همتی و پست همتیه. از بزرگ باید چیزای بزرگ بخواد، عاقبت به خیری، ایمان کامل، خیر دنیا آخرت،
همه چیز بخوای، ولی چیزهای بزرگ، عقل کامل، معرفت کامل، از بزرگ چیزهای بزرگ باید خواست. معرفت خیلی مهمه. الان این حدیثی که پشت منبر زدن از امام هشتم علیه السلام، منزارها عارفن به حقها وجبت لهل جنه. امام هشتم وقتی زیارت این بانو رو انشا کردن، فرمودن هر کس با معرفت این بانو رو زیارت بکنه قید معرفت داره، اهل بهشته، مزدش در چند روایت داریم بهش واجب میشه. ولی با معرفت، معرفت یعنی چه؟ بشناسیم این چه بانویه، چقدر پیش خدا عزیزه. در همین زیارت بانو ما چی میخواییم؟ بالاترین چیزها این دو چیزه، چیه؟ اللهم و رضاک و دار الاخره، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. بالاترین چیزها رضایت خداست، خوشنودی خداست، و بعدم بهشت برین جاودانه آدم مهمان خدا و اهل بیت باشه. اللهم و رضا. این آقای راننده سید عباس پیرمرد بود، میگفت من هر دفعه میرم مشهد از امام هشتم معرفت میخوام، یه چیز، یه پرده بره کنار، معرفت و شعور و درکم بره بالا، یه پرده بره درن کنار. ایشون رو برده بودن رفقای ما مشهد، میگن توی حرم تو رواق تشنه شد، گفت آقا من تشنمه. گفتن تو حرم آب نیست ولی تو سنا هست. گفت خب بریم تو سن. آوردنش تو سن، تو مسجد گوهرشاد، سن انقلاب، سنا همه آب خنک هست. این شیرهای الکترونیکی تازه در اومده بود که شما کاسه لیوان زیرش دست میذاری سایه میندازه آب میاد، میکشی قطع میشه، اسراف هم نمیشه. اینا رو ندیده بودشون. پرسید من چجوری شیر نداره؟ گفتن آقا این لیوانو بگیر زیرش آب میاد، بکشی قطع میشه. امتحان کرد، دو سه بار امتحان کرد، چیز جالبیه. یهو زد زیر گریه. من چرا گریه میکنی؟ این که گریه نداره. گفت من از امام هشتم هر دفعه میام چیزی میخوام، الان بهم یاد داد. گفت سید عباس، ما اهل بیت از یک شیر آب کمتر نیستیم، از یک شیر آب کمتر نیستیم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. شما این لیوان یا یه ظرف بزرگ زیر این شیر بگیر، 100 ساعت آب میاد، چون به یه منبع بزرگ وصله، میلیون ها نفر میان اینجا آب میخورن. یه لیتر و 1000 لیتر و 10000 لیتر نیست. شما 100 لیتر زیر این شیر آب بگیری میاد، قطع نمیشه. امام هشتم فرمود ما از یه شیر آب کمتر نیست. عادت و کمل احسان و صدی. شما ظرفت بزرگ باشه، همتت بلند باشه، چیزای بزرگ بلند، هر چی بخوای ما میدیم بده. گفت گریم برای این امام هشتم، الان اون در معرفت رو برون باز. عرضم رو جمع کردم. ایام تقریبا هفتمین روز میشه دیگه، یک شنبه گذشته این حادثه تلخ اتفاق افتاد، عصر یک شنبه، تقریبا یه هفته 8 روز گذشته. ویژگی مهمه همه این عزیزانی که در این سانحه ما از دست دادیم، خصوصا رئیس جمهور محترم ما، چی بوده؟ خدمت به مردم، همین خادمیاری که عرض کردم، خدمت. آقا من میخوام به امام هشتم خدمت بکنم، میخوام به امام زمان خدمت بکنم، میخوام به امام حسین خدمت بکنم. چجوری خدمت بکنم؟ امام زمان که به حساب ظاهر که ما بهش دسترسی نداریم، امام هشتم که به ظاهر ما دسترسی نداریم، مرقد مطهرش در مشهده. تو روایات ما میفرماد خدمت به دوستان ما، به شیعیان خدمت به ماست، زیارت اونها زیارت ما، صله به اونها صله. حتی ما گاهی کسی نظر مطلق بکنه، نظر مطلق، نظر مطلق یعنی چه؟ شما میگی اگه حاجتم برآورده بشه برای امام حسین، برای امام زمان، برای امام هشتم، فلان مبلغ پول بدم. خب الان حاجتش برآورده شد، چیکار باید بکنی؟
خیلی از فقهای ما میگن کسی نذر بکنه برای اون امام به دوستان اون امام، به شیعیان اون امام، یا اونایی که در جوار مرقد اون امام هستن به اونا، والا اصلش اینه، یعنی نذرتون ادا شدنش شبهش اینه که به اون سادات یا غیر سادات دوستانی که گرفتارن، که اینها در واقع فرمود شیعتونا جز اون مننا، امام زمان که به پول ما احتیاج نداره، خدمت به اونها میتونه گره ها رو باز بکنه. افتخار بزرگ رئیس جمهور محترم ما که واقعا ما از مردم ایران تشکر ویژه داریم، بعد از شهید بزرگوار سردار سلیمانی ما چنین تشییعی چه در قم، چه در تهران، چه در مشهد، که من پنجشنبه مشهد بودم، آقا تمام این صحنه‌ها اصلا با زحمت من رفتم جایگاه برای سخنرانی، چه خبره، چه شوریه، چه حالیه، اینا افتخار اینه که خدمت به یک زائر، به یک خادم امام هشتم خدمت کردن. افتخار بزرگ آقای رئیسی خادم رضا بودنه، افتخار بزرگ آقای رئیسی خادم ملت، خادم انقلاب، خادم مردم، واقعا خستگی ناپذیر، واقعا مجاهد مسلمی که مال و جان و هستیشو گذاشت، واقعا یک زندگی ساده. ایشون از اول انقلاب مسئولیت‌های مختلف داشته، زندگیشو ببینید، یک زندگی خیلی ساده. کسی یک آتو، یک مثلا خطا اینطوری ازشون سراغ نداره. انشالله راه این بزرگان رو ادامه بدیم، انشالله کاری کنیم از ما راضی باشن. ما هم این خدمتگذاری در خانه اهل بیت رو، من یکی از دعاهایی که همیشه دارم اینه که تا آخر عمر این خدمتگذاری، خادم بودن رو از ما نگیرن، که این بزرگترین افتخار ماست. خدایا تو رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن موسر رضا که افتخار این خدمت رو انشالله به ما دادن، و به حق خواهر بزرگوارش حضرت معصومه به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان، ما را از بهترین یارانش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، مریضها مریضهای مد نظر لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت بیش از این بر ما نازل بفرما. همه مبلغین، مروجین، علما، مراجع، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا به حق امام زمان، یک رئیس جمهور، مدیر، مدبر، محبوب، گرهگشا که رضای خودت هست نصیب ملت ایران بفرما. شر دشمنان، توطئه‌گران به خودشون برگردان. اموات در گذشتگان، امام شهدا، شهدای خدمت، رئیس جمهور محترم، امام جمعه محترم تبریز و همه همراهانشون سر سفره آقا امام هشتم مهمان بگردان. هدیه کنیم محضر امام هشتم و در محضر خادمان حرم هشتم هستیم و محضر بی بی فاطمه معصومه، صلوات بر محمد و آل محمد.